ها اعلام کردن که مایل هستن صحبت بکنن. امیدوارم که صحبت هام زیاد مفصل نباشه که بتونیم به همه وقت بدیم. آقای دادیار شما اسامی رو گفتید دیگه، احتیاج نیست من اسامی رو بگم. بله وقت جلسه رو نگیرم. آقای دادیار بفرمایید، منتظر صحبت های شما هستم. بله نفر بعدم آقای زادزاده هستم. دوستان با درودهای فراوان بر برگزار کنندگان یکی از بزرگترین کنگره های سیاسی ما ایرانیان در تاریخی که ما در این 40 ساله در خارج از کشور هستیم درود دارم خدمت همتون. عرضم به حضورتون که اجازه بدید پیش از هر چیز بر مادرانی که در یکی از حوادث موشکباران حکومت اسلامی در عراق جمع بزرگی از نیروهای سیاسی میهنمون رو به خاک خون کشیدن تسلیتی به اون مادران و همه مادران ایرانی گفته باشیم و همچنین بر فرزندانی که در اهواز و در خوزستان در روزهای گذشته جان باختند. حاکمیت اسلامی زهر خودشو در این هنگامی که داره از بین میره در واقع مورد تهاجم این تحریم قرار گرفته بر نیروهای اپوزیسیون ایران ریخت و به خارجی ها اعلام کرد که اگر با من در بیفتید من دست بردار از شما در خارج از کشور نخواهم بود. به هر روز دوستان گرامی ما تاوان بسیار بزرگ بیش از همه جانی و سپس مالی، اقتصادی و ویرانی کشور دادیم اما نتیجه گرفتیم. این تاوان بزرگی بود ولی ما رو بیدار کرد. ما رو بیدار کرد که از پراکندگی بزرگی که در اون دامن زدیم دست برداریم و شمشیری رو که از یک سو نیروهای طرفدار ایجاد ناسیونالیزم ایرانی و دولت ملت رضاشاهی در دست گرفته بودند و شمشیری رو که به قول آقای داریوش همایون یکی از اندیشمندان سیاسی کشورمون روشنفکران آزادیخواه به دست گرفته بودند و شمشیرکشی رو حتی در خارج از کشور پس از 2 دهه 3 دهه به دست گرفته بودند. این تاوانهای بزرگ جانی و مالی ما رو بیدار کرد که دست از این شمشیر بازی بر روی یکدیگر برداریم و این کنگره بزرگترین نتیجه بخشی آن بود. ما نیروهای سیاسی ایران همیشه در آرزوی یک جبهه چپ و راست بودیم که متحداً در کشور بر علیه استبداد سیاسی، دینی و ایدئولوژیکی به پا بخیزیم اما دست نداد. همکنون این کنگره نخستین شاهد تاریخی این به هم پیوستگی جمهوری خواهان با حضور سرکار خانم توکلی و حزب لیبرال دموکرات مشروطه و جریان بخشی از جمهوری خواهان به نام مهستان و کنگره سکولار دموکرات های ایران بود که جمهوری خواه بودند و این نخستین کنگره ای است که در اون پیوستگی چپ و راست به وقوع پیوست. به نظر من این یکی از بزرگترین دستاوردهای این کنگره بود که علاوه بر 2 حزب که در اون اعلام همبستگی کردند برای وحدت عمل حداقل با حضور بزرگترین اگر بگیم یکی از شخصیت‌ها و چهره‌های ملی جنبش که جناب شریعت مداری بود و همچنین یکی از نویسندگان بزرگ آقای ایجادی و دیگر دوستان عزیز جناب تقی‌زاده و همه. این کنگره یکی از دستاوردهای بزرگ هم‌آوایی و همبستگی بود که پل اتحاد امروزی رو برای ما روشن کرده و مسلماً آرزوی جوانی که دیروز با فریاد میگفت ما باید به سوی این کنگره و به سوی این شورای عالی بریم ما از روی پل آن داریم رد میشویم و پیروز خواهیم شد. سپاسگزارم. آقای زادزاده تشریف بیارین. در ضمن لازم میدونم تذکر بدم که لطف بفرمایید دوستان صحبتاتون رو در 3 دقیقه خلاصه کنید. ممنون از شما. آقای زادزاده بفرمایید. درود به همه 57 مثل که 99% ما الان 57. دلیلی که من اینجا واسطادم برای اینه که این توهینی که به انسان‌هایی که تا 57 هستن میشه. به نظر من ارث ملی رو آدمایی که کهنسال بودن با خودشون بردن و به جوونا دادن. من فکر می‌کنم وظیفه ما هم همینه که این کار رو انجام بدیم و نذارید که کسی که میاد این حرفا رو میزنه نمیخواد این اتحادی که شما بعد از یک سال دور هم به این صورت جمع شدی که بهتون تبریک میگم باشه. و ما تمام سعیمون باید با این باشه که حداقل در جلسه بعدی این سالن رو پر و پرترش کنیم. این حرف اول منه، برای این اومدم. حالا سوالی که من همیشه اذیتم میکنه اینه که ما نسل سوخته ایم و ما همیشه این چیزها رو به عنوان منفی ها رو میاریم جلو. این فقط نیست. در این نظر اگه شما به آهنگامون نگاه کنید همه اینا منفیه. من فکر میکنم از بهتر باشه که ما تمام چیزهایی که از این به بعد میخوایم بگیم به مثبت تبدیلش کنیم و مثبتش کنیم. نیمه خالی لیوان رو نبینیم، نیمه خالی لیوان رو به عنوان یه شانس بدیم که میتونیم بقیهش رو با یه شربتی، با یه چیزی که به نظر ما خوبه بریزیم، پرش کنیم و ازش استفاده کنیم و نوش جانمون کنیم. اگر یک حکومتی، اگر یک آخوند بیسوادی که 1400 سال سر کار مونده باید یه دلیلی داشته باشه. اگر ما یه خود منصف باشیم اینا مارکتینگشون درسته. اگر ماها که تحصیل کرده ایم و خیلی به خودمون اعتقاد داریم باخته این جریانیم تا حالا برای اینکه ما درست نبودیم. چرا اونا موفق شدن باید دنبال اون بریم. این مارکتینگشون رو باید بشکنیم و اگر این کار نکنیم 1400 سال دیگه باید بشینیم، جوانای ما بشینن و همین حرفا رو بزنن. و با وجود این من از این آخوند صفت‌ها از این خیلی تشکر دارم. میدونید چرا؟ خیلی از وجود اینا تونستیم استفاده کنیم. اگه اینا نبودن الان ما دور هم نشسته بودیم. این از اون زمان ایرانیت یه فرم دیگه ای پیدا کرد. اشعارمون، سرودهامون، کتابامون یه فرم بیشتری و چیزی که من بهش زیاد اعتقاد دارم برای من منفی نیست که 6 میلیون 7 میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی اونا اومدن فعلا مملکت ما رو اشغال کردن ولی ما دنیا رو گرفتیم. شما نگاه کنید تو ناسا 43% متخصصاش ایرانی هست. اینجا تو ده ما همش دکترای ایرانی داشتیم. تمام کشورهای دنیا گرفتیم. تو آمریکا زنای آمریکایی که خودتون میبینید میدن تو مهد کودک‌ها، تو اینا سعی میکنن که بچه‌ها رو اون تو تربیت کنن که فکر میکنن که برای آینده دنیا خوبه. این چیزای مثبت ما باید نگاه کنیم و با وجود این سعی کنیم که آخوند هرچی که با آخوند سر کار داره نکه بهش خوش بدیم اینا، ولی طوری این روندمون رو انتخاب کنیم که به اونا شانسی برای بزرگ شدن نده که فعلا متاسفانه در ایران اتفاق بیفته. آینده ایرانی که من براش آرزو میکنم هر شخصی که هر شغلی داره فقط اجازه داره با این لباسش، چه قاضیه چه ملاست چه چیزی، در محیط کارش این شغل رو داشته باشه. این فکر میکنم یکی از امیدهای منه و امیدوارم که مهستانم اینو ورداره. با وجودی که من یه آدم بسیار فعالی هستم و تمام زندگیم کار کردم، برای همینه که با آقای اعتمادی و با آقای نورعلام گفتم کار باید بشه و من اگر توی این امروز من تصمیمم رو گرفتم در مهستان فعلا میمونم و اگر این بمونم برای شما ساده نیست و من شما رو حلتون میدم، راهتون میندازم و اون طوری که باید انجام بشه، طوری که شما آقای نورعلام شما میگی اون جریان عرق و معده و اینا رو تعریف کردیم. ما واسه آخوند تا آخوند نره ما نمیتونیم. این اشتباه بزرگیه. مادر بزرگ من یا عمه خانوم، عمه عالم، همیشه چراغ گربسوزش آماده میکرد، فتیلش رو نگاه میکرد، نفت پر میکرد و یک کبریت میذاشت کنار، چون برق در ایران هر چند لحظه اضافه میرن. وظیفه من و شما اینه که چراغ گربسوزمون رو آماده کنیم، فتیلش رو درست کنیم و نفت روش بریزیم. خیلی ممنون. بله دوستان، ما همونجور که اعلام کردیم انتظار داریم که شما دوستان صحبتاتون رو در 3 دقیقه خلاصه کنیم. من ساعتم رو تو 2 دقیقه میذارم. زنگ اوله که شنیدین یعنی اینکه دیگه شروع کنیم جمع بندی کردن. زنگ بعدی هم شما خودتون تمام کنید که من دیگه نگم. و حدود 8 نفر ما الان یعنی اسپنسی کردن، دیگه وقتی نداریم که بخوایم به این لیست اضافه کنیم. نفر بعدی آقای محمدرضا عاشور دعوت میکنیم که در 3 دقیقه ماکسیموم صحبتاشون رو بفرمایید. بله، با سلام مجدد خدمت حضار گرامی. دوستان تقاضا کردم من خودم معرفی کنم. من البته چند بار مصاحبه‌های مختلفی کردم. من زندانی سیاسی هستم. اسمم محمدرضا عاشور هست. 2 بار دستگیر شدم در سال 62 و در سال 65 تا 67. خب دیگه جرایمش هم در سایت‌های مختلف توضیح دادم اینا. بعد در سال 67 من بعد از اینکه 10 سال در سال 65 10 سال زندانی گرفته بودم که 2 سالش قبلا کشیده بودم، 3 سالم بعدا شد، یعنی 5 سالش من کشیدم. همش هم در سلول انفرادی بود. بعد در سال 67 ما گفتن هیئت عفو میخواد بیاد و عفو بده، یعنی 8 خرداد 1367 که ما اونجا قبلا هم توضیح دادم، جاهای دیگه هم توضیح دادم که من اصلا درسم مهندسی بهداشت بود، در دانشکده پیراپزشکی اهواز درس خوندم. بعد در هلندم 7 سال درس خوندم که مهندسی بهداشتمو تکمیل کردم. ولی کلا اونجا که ما رفتیم به عنوان اینکه اولا که ما هویت ایرانی و هویت انسانی ما رو اصلا نادیده گرفتن. در همون 1 دقیقه از چند سالی که از من پرسیدن که شما میگی که مسلمان هستید، بعد گفتم که من پدرم گفته مسلمانم، دقیقا همین چند کلمه بیشتر که گفت که آقا شما، گفتم بله من پدرم گفته من مسلمانم. گفت پدرت گفته؟ گفتم بله من پدرم گفته مسلمانم. بعد گفت خب تو پدرت گفته مسلمانی، حالا بعد اون مأمور اطلاعات گفت که شما پدرت گفته مسلمانی، حالا تو مسلمانی حاضری به رومین برای اسلام؟ که من اونجا گفتم که با هنوز کسی نگفتم مسلمان باید برم رومی. این داستان چیز من بود که بعدش بلافاصله گفت حالا این موضوع رو چیز کن، دو نمیخواد رومی، حالا تو میگی که برای ایران میجنگی. گفتم بله من برای ایران میجنگم اگه آزاد باشه، همونطور که اول جنگ هم بودیم در کنار مردم. بعدش هم بلافاصله گفت که نه حالا شما میرید تو تنگه 4 زبر نگاه اسلام آباد با مجاهدین بجنگی. که ما اونجا گفتیم ما 5 سال زندان کشیدیم، الان تو زندان هستیم، حکم زندانی هم داشتیم بر اساس همین رأی همین دادگاه، و بدون اینکه ما وکیلی داشته باشیم، بدون اینکه دادگاه علنی باشه، بدون هیئت منصفه، بدون اینکه حق دفاعی داشته باشیم، کلا ما به طور کلی در همون 1 دقیقه محکوم به اعدام شدیم. که منم بعد از اینکه بردن وصیت‌نامه بنویسیم، روز بعدش که قرار بود بریم اهواز، بعد ما رو بردم به سمت پادگان کرخه، پادگان لشکر ولیعصر کرخه، که اونجا هم در همون دادگاه علیرضا آوایی، همین وزیر دادگستری آقای روحانی نشسته بود در جلسه دادگاه با آقای محمد حسین احمدی حاکم شهری که الان در خیابان بهارستان تهران دفتری به عنوان آفیسر و به اصطلاح مشاور وکلا باز کرد. که بعد ما رو بردن در عرض فرداش یه وصیت‌نامه گفتم بنویسه که ما ننوشتیم. بعد اونجا درگیری شد، بعدش هم بردم اون که تو محوطه نشوندن و بعدش هم بردم پادگان کرخه که اونجا بردم و توی یه غسالخونه ای بود یا حمام عمومی بود مال بسیجی‌ها که حمام کردیم و بعد به ما گفتن که شما دیگه بالاخره محکوم به اعدام شدید، که بعد کفن آوردن به ما دادن و تو پنجره که ما اونجا من کفن نپوشیدم، بعد اونجا درگیر شدیم، دستامون بستن و چشامون که بستم کتک کاری کردن اینا، که من تو محوطه افتادم. مال شبم ساعت 2 و 3 شب بود که بعد من سوار مینیبوس که کردم افتاده بودم، بعد گفتن همینجور اعدامش کنید بدون کفن. من انداختن تو مینیبوس، بعد من به اصطلاح وقتی که بقیه جوانایی که زندانی بودن آوردنش با کفن نشستن تو مینیبوس پیش من اونجا احساس کردم دستام شل شده، بعد دستام باز کردم از مینیبوس، وقتی حرکت کرد مینیبوس من خودم از مینیبوس پرت کردم بیرون و از پادگان برحال با سیم خاردار و اینا بود، دور اون محوطه پادگان بود، دستام هم زخم شدن و اینا. بعد کلا رفتم که از اون بغلش هم رودخانه کرخه است، که از رودخانه کرخه هم عبور کردم و به این صورت من تونستم با وسیله مردم محلی اون منطقه خارج بشم. اینجور بود داستان من که اتفاق افتاد. فقط گفتم که چون من به احترام صحبت‌هایی که زندانی سیاسی بودن ایشون دیگه راستش صحبتشون رو قطع نکردم، ولی خب مجددا از دوستان خواهش می‌کنم صحبتشون رو در 3 دقیقه خلاصه بفرمایید. ممنون از شما آقای عاشقی. نفر بعدی آقای کرمی هستن. آقای محمد کرمی بفرمایید. فرقی نمی‌کنه به هر حال این صحبت فرصت شما هست. سلام مجدد. تو صحبت‌هایی که آقای دانشور می‌کردن در رابطه با دولت موقت، برای من دو تا سوال پیش اومد، این که آیا این دولت موقت این اجازه رو داره که قراردادهای بین‌المللی منعقد بکنه یا قرارداد جدید ببنده، یا این عمر دولت موقت چه مقداری؟ چون که اینا خیلی گم تو این صحبت‌هاش من متوجه نشدم. اگر در حالت عادی باشیم چه مدت، اگر امنیت کشور مثل سال 58 59 در خطر باشه چه مدته؟ آیا این دولت که تشکیل میدیم آیا اجازه داره که قرارداد جدید ببنده؟ چون که اینو من از این بابت سوال میکنم که اپوزیسیون مجاهدین هم چنین چیزی اون که نوشته بودن به خودش این اجازه رو میدادن که بخوان با دولت عراق یا دولت رسمی دیگه با اونا وارد قرارداد بشن، اینا که متاسفانه یا چیز انعکاسات بدش تو مردم ایران دیدیم. چون که این خوبه که از الان مهستان تمامی این موارد رو در نظر بگیریم. خیلی ممنون. با توجه به اینکه ایشون 1 دقیقه هم بیشتر صحبت نکردن، آقای دانشور مایل هستیم بیاین جواب این صحبت رو برهم دیگه، چون 3 دقیقه همین پر نشده. بله آقای حسن، اگر سوال خوب فهمیده باشم سوال اول این بود که آیا دولت موقت اجازه بستن قرارداد بین‌المللی با کشورهای خارجی داره یا نه؟ بگمان من نه، برای که قراردادهای بین‌المللی قراردادهای مهمی هستند که باید مجلس دموکراتیک یعنی پارلمان روش صحبت و بحث و گفتگو بشه. مرسی. سوال دیگه هم بود من دیگه متوجه نشدم. ببینیم، به گمان من تو بحثی هم کردم اینو گفتم که یک سری قراردادهایی هست با کشورهای فرض کنید منطقه و اون منجر شده به دخالت نظامی ایران در امور ملت‌های مجاور که این باعث بدبختی نه تنها اونها میشه بلکه باعث بی‌آبرویی ملت ایران هم میشه. اینا به گمان من به مجردی که دولت موقت روی کار بیاد باید همه فسخ بشه. ولی قراردادهای مهمی که مسئله منافع ملی ما در میونه اون رو اجازه نداره دولت موقت به جون. ممنون از شما. ببینید من توی بحثایی که کردم گفتم ما با اعلام دولت موقت اعلام خواهد کرد قطعا که مسئلهش مسئله صلح و آزادی تمام منطقه است. در نتیجه قرارداد برمیگرده به اینکه به این مسئله چگونه برخورد میشه. در نتیجه برای هر قرارداد مشخص باید این پرنسیپ مورد توجه قرار بگیره. در نتیجه من الان نمیتونم کدوم قرارداد چگونه و پاسخ مشخص بدم. این چیزی که وظیفه اون متخصصین و آدمای کاری که تو دولت موقت نشستن و فقط باید دقت کنند که از پرنسیپ‌های اساسی دموکراسی خارج نشن. خیلی متشکرم. تشکر از شما آقای دانشور. آقای حسین نژاد بفرمایید. با درود به دوستان و هموندان و همه مسئولین که زحمت کشیدن سپاسگزارم. من حسین نژاد هستم، از عضو نیستان سکولار دموکرات ها و از اعضای مسئولین سابق سازمان مجاهد. در این مورد من خلاصه صحبتم همینه. چند دقیقه که آقای کرمی گفتن، این واقعا من آلترناتیو رو میبینید، اصلا فقط ما که بودیم ذهنمون اینجوریه. علت سوالشون اینه که اینقدر اصلا انحصار آلترناتیو تشکیل دادن، گفتن تنها آلترناتیو ماییم. ما اصلا فکر می‌کردیم آلترناتیو یعنی مجاهدین، آلترناتیو یعنی شورای ملی مقاومت. تازه فهمیدیم که بعد ما سکولار دموکراسی روبرو شدیم، بیرون اومدیم، این مفاهیم جدید، فهمیدیم ما هر کس میتونه آلترناتیو تشکیل بده. این چیزا میگم مثلا مسئول وقتی تشکیل دادن شورای ملی مقاومت اینجا همین تو پاریس تشکیل دادن، رفتن با وارد قرارداد صلح بستی میشد. تشریح مجاهد نوشت قرارداد صلح بین ایران و عراق، کاملا مثل ایران و عراق رفتار میکرد. چیزی موهومی بود، نشد جنگ تموم شد، جنگ اون داره میکنه، اون الان حاکمه، با اون داره میکنه. این توهمات رهبری بود، شکلی که اینجوری خودش جا بیاندازه. آخرش هم چیزی دیگه چیزی نداشت. من فقط در مورد این میخوام بگم که ماها واقعا این ظرف اومدیم که از اینجا بیرون، ظرف ایدئولوژی، ظرف یعنی کاملا ایدئولوژی نه، ظرف فهمیدیم واقعا ما اتوماتیک اومدیم بیرون، سکولار دموکراتیک شدیم ولی نمیدونستیم چی از اسمش چیه. اینجا پیدا کردیم وقتی دوستامون که بودن قبلا از جدا شده مجاهدین سکولار دموکرات معرفی کردن که این سازمان این اسم سکولار دموکرات رو معلوم به ما گفتن، آیین نامش دیدیم، پیمان نام امضا شده، عصر نور رو دیدیم. اینو گفتم این همین این شدیم دیگه. سراتون ما از دو تا، من و دوستانم که اینجا هستن، شبنه در آقای نصراللهی هم یک از مدیران نیستان هستیم، از وقتی که دو تا دیکتاتوری مذهبی و دیکتاتوری، دو تا سیستم دیکتاتوری و مذهبی رو دیدیم، یکی تشکیلات، یکی کشور، یکی تشکیلات، که همه عمرمون با اینا رفت. دیگه وقتی اومدیم دیدیم از داخلش که بابا اینم همونی که ما به خاطر این گذاشتیم مبارزه می‌کردیم. اون بالا قدرت جنگ‌های یغمایی همیشه تو تلویزیون‌های بهبهانی میگه، اون بالا جنگ قدرت بود، ما نمی‌دونستیم. ما آرمانمون آزادی بود، مبارزه بود، بعد دموکراسی بود، ولی اون بعد دیدیم ما اینی که وقتی اومدیم بیرون دیگه شدیم سکولار دموکرات. الان فهمیدیم و ظرفمون اینجاست و تنها آلترناتیو که هیچ کس نمیتونه بگه آلترناتیو رو باید تشکیل داد و رفت در زد از همه، سراغشون رفت، نیروها رو سراغشون باید رفت و نه اینکه نشست تا منتظر بشه که بیان در منو بزنن که تازه موافق اگه باشم بذارم تو. من هیچ کس قبول ندارم که از خودم باید سر تعظیم فرود برم، در واقع من و نیاتم، مقاصدم، حرفام این بشه آلترناتیو. در کاملا بر عکس اینه. موفق باشید. میبخشید. تشکر فراوان. آقای دکتر لوری علا بفرمایید. من عذر میخوام از اینکه دو مرتبه وقت گرفتم که بیام. آقای عزیز دادیار که صحبت میکرد منو به یاد یه نکته انداخت. گفتش که شما یکی از دستاوردهای این کنگره رو فراموش کردی که بگی که این اتحاد و ائتلافی است که بین جمهوری خواهان و در واقع پادشاهی خواهان پارلمانی به وجود آمده و یه اتفاق مهمیه در سفر سیاسی. منم قبول میکنم که این بی‌توجهی رو کردم، به خصوص که وقتی دبیرکل اون حزب آمد اینجا و صحبت کرد و این گونه تهنیت گفتش به ماها، حق بود که به اون اشاره بکنم. اما این ماجرا یک پیچی هم داره توش که اون پیچ هم خود به خود فراموشم شد و اون نقشی بود که در این ماجرا طی 6 ساله اخیر دوست عزیز من مهدی مفخمی انجام داد و در واقع وجود او بود که فکرها و دلهای ما رو به هم دیگه نزدیک کرد و منجر به این شد که یک بنبست اساسی تئوریک و عملی در بین دو اردوگاه جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان از بین بره، بشکنه و ما بتونیم متحدن به سوی یک جریانی حرکت بکنیم. بالاخره من از این قفلتی که کردم عذر بخوام. همیشه قدردان دوستی ها و برادری های آقای مفخمی هستم و امیدوارم همیشه در کنار هم مبارزه کنیم علیه حکومت اسلامی. مرسی. شما یه دقیقه هم مونده دستتون در نکن. خب یه دقیقه آقای دکتر نوری‌علا رو با آقای بیگلر اضافه. نه آقای بیگلر شما هم 3 دقیقه. نوبت بعدی، ممنون از آقای دکتر اسماعیل نوری‌علا. نوبت بعدی به آقای امیر بیگلر بفرمایید. من تو 2 دقیقه میذارم که شما هم هوا رو داشته باشید. یعنی قراردادی که گذاشتیم نشد. نه من آدم قانونمندی هستم ولی نمیذارم حقم خورده بشه. این مهمه. نه دیگه، نه از خودم دارم میگم، نگفتم که شما این کار میکنید. سپاسگزارم. الان دیگه دیر وقت، دوستانم خستن، نمیدونم نفر آخر هستم یا پس از منم کسی دیگری هست. در حال من فکر نمی کنم دیگه جای انتقاد باشه یا اینکه بگیم چی کار میکردیم بهتر بود یا چی کار نمیکردیم بهتر بود. الان توی یک حرکتی اومدی. من به عنوان یک انسان، یک کنشگر سیاسی و اجتماعی لایک، و احساس میکنم یا سعی میکنم که دموکرات باشم یا تفکر دموکرات داشته باشم. شوربختانه تا الان نتونستم به حزب سکولار دموکرات بپیوندم. شاید هم دلیلش این باشه که اون تفسیری که در سال پیش ما در مورد سکولاریسم و اون چیزی که من از یک جامعه سکولار میخوام، نه اون سکولاریسمی که صحبت میشه، ولی دارم میبینم که این حزب داره کارشو خوب انجام میده. یعنی داره میره به سمتی که واقعا انسانها بفهمن معنی باور چیه، اون احتیاجی که یک انسان به باور داره برای زندگیش و اون چیزی که باوری که یک دولت نباید داشته باشه. من فکر میکنم حزب سکولار دموکرات داره مسیر بسیار بسیار خوبی رو میره. 3-4 روز پیش وقتی که این گروه جدید که تشکیل شدن، بله الان شما گفتید، من اسمش از ذهنم رفت، نوشته بودم اینجا. بله باید بیاد اول بیرون، نمیاد، همون گیر کرد. فرشگرد بله تشکیل شده. توی کانال شخصیم به ملت ایران شاد باش گفتم به وجود اومدن اینو. حالا خوب یا بدش کاری ندارم. من اینو البته اون موقع که حزب سکولار دموکرات تشکیل شد، رسمی شد، من کانالی نداشتم ولی میدونستم که حرکت خوبیه. الان وجود حزب سکولار دموکرات واقعا به ملت ایران شاد باش میگم که داریم میبینیم. من سال پیش توی کنگره یه ایده‌ای داشتم، ایدم هنوز سر جاست، فکر میکنم ایده خوبی باشه. ولی با آقای اعتمادی که صحبت کردم، آقای اعتمادی فرمودن که ما فعلا میخوایم خودمون رو تو این مسیر مهستان نگه دارم، باید مواظب باشم که درست تلفظ بکنم، مهستان نگه دارم. خب یه سال گذشته من دیدم، یعنی اگر میخواستم از دست جناب اعتمادی ناراحت بشم یا اینقدر خود محورگرا باشم بگم که آقا ایده من خیلی از این بهتره، ولی میبینم یه سال حرکت کرده، عده‌ای رو دور هم جمع کرده، شروع به فکر کرده. این خیلی مهمه برای جامعه ایرانی که ما شروع به فکر بکنیم و شروع بکنیم خودمون اشکالات خودمون و اشکالات اجتماعی خودمون رو در بیاریم، که این البته من فکر کنم مدیون جناب نوری‌علا هستیم که استاد جامعه شناسی هستن و دارن کارشون رو بسیار بسیار دقیق و بدون هیچ پیشفرض شخصی دارن انجام میدن. من سپاسگزارم ازشون. اینجا همینجور از جناب اعتمادی و کو میگم اسمشون رو نمیخوام، جناب یزدیان که برادر بزرگتر من شدن، با اجازتون ما هفته یه بار میبینیمشون، و بقیه دوستان برادرای و خواهرای کوچکتر از خودم و دخترام که امروز واقعا خودشون اینجا نشون دادن. سپاسگزارم. من واقعا میگم صدام نمیدونم به ملت ایران میرسی یا نه، امیدوارم که نمونه های دیگری هم داشته باشم از این، ولی این واقعا یک ثروتیه که برای ملت ایران، برای آینده دموکراتیک ایران به وجود اومده. سپاسگزارم. اینجا از آقای یزدیان خواهش میکنم چند نکته صحبت داره که دارم بفرمایید. دوستان گرامی، من عضو کوچک حزب سکولار دموکرات ایرانیان هستم و در این جمع خود اعضای این حزب به غیر از آقای نوری‌علا که در تشکر از دوستان و همبنداش صحبت کرد، ما به خاطر اینه که این بی‌طرفی مهستان و این که مهستان تشکیل شده از شخصیت‌ها و نه از احزاب، و البته این شخصیت‌ها ممکنه عضو احزابی باشن مثل بنده که عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان هستم و عضو مهستان، ولی به خاطر این اشتراک نام و باوری رو که داریم، ما همه ما سعی میکنیم، سعی کردیم که این شایبه به وجود نیاد که انگار که این حزب داره مثلا مهستان رو در سابق حزب توده مثلا انجمن یا سازمان مجاهدین انجمنهای مختلفی با اسامی مختلفی داره ولی همش سازمان مجاهدین یا حزب توده بوده. برای اینکه ما با این طریق مخالف بودیم و مخالف هستیم. مهستان تشکیل شده از شخصیت‌های مستقل، گذشته از باورهاشون، باور دینی، غیر دینی، آتئیستن یا دین باورن، اینا هیچ ارتباطی به مهستان نداره. به این خاطر وقتی که آقای بیگلر اسم حزب که من افتخار عضویتش رو دارم برد، من گفتم که در اینجا بارها اسم حزب سکولار دموکرات ایرانیان اومده، حتی پاره از سخنرانان به جای که بگن مهستان میگفتن حزب، راجب حزب میگفتن. من خواستم این توضیح رو بدم که مهستان هست و حزب ما نیست. حزب ما یه جمعی، اون تو همه ما البته میتونیم عضو مهستان باشیم، فکر میکنم تموم اعضای حزب ما عضو مهستان هم هستن، ولی مهستان متعلق به حزب سکولار دموکرات ایرانیان نیست. ما هم جزئی ازش هستیم و افتخار میکنیم که این اندیشه نه از داخل حزب ما بلکه از داخل کنگره جنبش سکولار دموکراسی ایران در کل سال گذشته اومده. سپاسگزارم. نفر بعدی آقای اربابی بفرمایید. گفتم که ما تون شورای آلترناتیو میشینیم نباید سخن بگیم. چند سخن در گلویم گیر کرده بود، گفتم تا نگم نمیشود قورتش داد. می‌دونم سخنان من اندرز نگیرید، اما بازگفت سخنان بسیار خوب است، چون من کار آموزشی میکنم، هر چیزی رو پیاپی بگی میشیند در جان ما. یکی از در همین چند روز پیش یک جای مهمانی نشستی بود، از منم خواسته بودن که من اونجا باشم. گروهای گوناگون مشروطه‌خواه و سلطنت طلب و کردها و نام بودن. من این سخن رو گفتم، اینجا به شما میگم و میخوام سخن منم مردم هم بشنون. اگر اونجا ببین، تا زمانی که ما از اون پوستین فردی خودمون و پوستین خودیمون نیم بیرون و در یک میدان بزرگتری جا نگیریم، بسیار دشواری خواهیم داشت. ما کار بسیار بزرگی داریم، با اون هم رهایی کشور اونم هست. برای رهایی کشورمون چاره جز این نداریم که ما از اون چیزای فردیمون بیایم بیرون، خودمون بیایم و در زیر یک تاک بلند، سقف بلند، اون هم ایران بیستیم. ببین، ما اگر این نباشیم بیگانه ایم با هم دیگه، نمیشناسیم، از کنار هم میگذریم، دشنام به هم میگیم، بد میگیم، با اینکه همون ایرانی هم هستیم. من در نگاهی که دارم به این دوستان انداختم میبینم که نگاه من البته، که ما از پوستین اون فردی خودمون اومدیم بیرون، در یک فضای سبز میهن ایستادیم در کنار هم دیگه. دلهای گرمی رو که آدم میبینه، اشکی رو که ریخته میشه برآمده از این که ما میخوایم از اون پوستین فردی موندیم و اومدیم بیرون و در کنار هم وامیستیم. کوتاه بگم اینجا ما یکی از اون، یعنی این نشست ما، این گروه ما، این نهاد ما، نهادی هست که به راستی به اینجا رسیده و جای بزرگی هم هست. کسانی هم که اندکی دو دل هستن، اندیشناک هستن، که به مهستان یا به سکولار دموکرات های یا گرایش سکولار دموکرات بپیوندن زیر نام جنبش یا حزب، گمان میکنم که زمانش هست که بپیوندیم و بسیار خوشنود هم خواهیم شد. هرچی دست ها بیشتر بشود و دل ها بیشتر گره و هم بخورد، توانمون بسیار بزرگتر هم هست. در پایان سخن من، شکست شهر من همواره از توان دشمن نبوده است. شکست شهر من همواره از توان دشمن نبوده است، بلکه پریشانی، پراکندگی در سپاه من، نیروی من، در شهر من هم سهم بسیار بالایی داشته در شکست شهر من. 40 سال هست که این شهر من شکسته است. به راستی ما سهم بسیار بالایی داشتیم در اینکه این شهر ما بشکند و باز نگردد اون آبادانیش. اگر ما به هم بپیوندیم، دست در دست هم بدهیم، سپاهمون بزرگ می شود و به راستی شهرمان دیگر نخواهد شکست. نگذاریم تا بیش از این شهرمان شکسته بماند. بسیار سپاس به شما. دوستان گرامی، پس از نواختن سرود اعلام بر شما آقای میرزایی رو من اسمشون چرا اسمشون هست؟ این همون میبنشن اسمشون جا بفرمایید آقای میرزایی، به شما 1 دقیقه هم بیشتر بفرمایید. آقای میرزایی از قلم افتادی، صدقم از قلم سرمنده تطبیل رشد شفاهی گفت، یعنی کسی که اصرار میکنه. جدی میگم، واقعا عجیب. من خیلی از شما عذر میخوام، اشتباه من بوده، اشتباه خانم علی نبوده. من عذر گمان نمیکنم داشته باشم، ندارم. من دوست میداشتم، از چند هفته پیش کوشش کردم که یک پیوند گویشی، شنیداری داشته باشم با برگزار کنندگان این کنگره، تا چند پیشنهاد بدم. وقتی که همه چیز بسته شد دیگه دیر است و دوست داشتم که کمی هم نغمه هنری در اینجا برای یک بوی خوشی همراه داشته باشیم. کم درد نداریم از این همه اونچه که بر سرمون آمده و میاد، سنگینه. در همه سالهایی که زندگی میکنم زیاد برخورد کردم با سیاسی بازیگرانی که سیاستمدارانی که گرفتار کار سیاسی هستن و حتی در همینجا از نازنینی دوست داشتنی شنیدم گفت هنر از سیاست جداست، هیچ کاری با هنر نداره. اینجوری شده و دید من، شناخت من میگه که در هر زمینه فیزیکدان باشی، ستاره شناس باشی، در هر کاری سخنور باشی یا سازنده خوراکپز باشی، چرا برخی از آشپزان 5 ستاره میشن تو جهان و میلیونر میشن؟ اون آشپزی که هنرمنده، کارشو هنری انجام میده. از میون هزاران دانشمند، آلمانی یه واژه خوب داره میگه فخ ایدیوت، یعنی در یه رشته یه کسی که آموخته زیاد کتاب میده ولی خودش چیزی نداره. برای من یک نمونه احمق زیاد خونده عبدالکریم سروش، ولی اندیشه پوسیده است، اون هنر نداره، با زمان پیش نمیره. و اینشتین یک هنرمنده، نیوتن هنرمند بود و هنر چیزیست نو، هنرمنده که آفریننده است. همه دیگران در همه جهان نزدیک به همه آدمیان با بوده ها، داشته ها و داشت ها، آنچه که از پیش بوده تا با امروز، پیوستن، بستن، چسبیدن و زندگی می کنن. نو چیزیست که هنوز نیامده، که اگر آمده بود دیگه نو نبود، پس ناشناخته است. آدم ها از نو ترس دارن. ویلیام فاکنر در دانشگاه برای دانشجوهاش سخن میگفت، گفت که دشواری ما بمب و موشک نیست، دشواری ما ترسه. زمانی که ما در یک اتاق تاریک بریم که تاکنون نبودیم، چه میکنیم؟ هیچی نمیکنیم، میستیم، هیچ تکون نمیخوریم، بعد دنبال پرتو روشنایی میگردیم. روشنایی چیه؟ شناخته. وقتی شناخت نیست ترس هست و آدم ها از نو چون ناشناخته است ترس دارن. تنها هنرمنده که آفریننده است میترسه، خودشو لخت میکنه، عریان میکنه، درونشو بیرون میریزه و همه بهش پوزخند میزنن، مسخره میکنن. بدون هنر در این کار ما و جهانی که ما باش درگیریم کار ما پیش نمیره. اون چیزی که من کمبودش رو اینجا بسیار امروز نیست، از بسیار پیش همه جا دیدم و کوشیدم و امیدوارم که با یاری شما و برداشت درستتون از اون چی که گفتم، من میخواستم بسیار دراز دانشی، چون ریاضی درباره هنر و نو و نوگرایی سخن بگم، اما چون نیست به این کوچک بسنده کردم. اما میخوام آخرین جمله هام رو هم اجازه بدید که بگم. تو منطقه پی داریم که راه افتادن، رفتن جانداران جانوران، وقتی رسیدن بالا دیدن که سیمرغی نیست، شمردن دیدن خودشونم سیمرغ. من آرشی آماده کردم که یک آرش نیست و پیر نیست. جوانهای ایران همه آرش ها باشن. ما در دوره خرد همگانی همگی زندگی میکنیم و این رو میخونم و تمام میشه. چشم. برای رهایی ز بیداد از بندگی، به پا خیز بده دست همبستگی، خروشین دلیرانه پیکار با اهرمن، چو کاوه چو بابک چو آرش به رزمندگی، بجوشیم و آتش فروزیم چو کوه، براریم بزرگی رهایی همی داد و فرخندگی. سپاس. تشکر فراوان دوستان و تشکر از شما. با توجه به اشتباهی که پیش اومده بود، به هر حال وقت کافی داشتیم. خوشحالم که صحبتاتون رو فرمودین. نه دیگه وقتمون 3 دقیقه بود، ما به شما 5 دقیقه، ولی خوب بود. خوشحالم از صحبتاتون. من فقط میخواستم یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم و بعد دیگه جلسه رو آقای یزدیان ادامه خواهند داد. خیلی جاها میشنویم که همه صحبت از شکست اپوزیسیون که تو این 40 سال چیکار کرده میگه، حیفم اومد که اینو نگم، دو جمله بیشترم نیست. دوستان هر وقت این عبارت رو به کار ببرن همیشه یادشون بیاد که وقتی جمهوری اسلامی اومد ما تو چه شرایطی قرار گرفتیم، یا بعد که اومدیم خارج از کشور تو چه شرایطی قرار گرفتیم. یادتون نره که برای فارسی حرف زدن ما مبارزه کردیم، برای غذای ایرانی خوردن ما مبارزه کردیم. یعنی ببینید از کجاها ما شروع کردیم. اینه که برای یک همچون روزی که امروز دور هم هستیم بسیار پیش زمینه ها میخواستیم و 40 سال گذشته اپوزیسیون ما این پیش زمینه ها رو آماده کرده تا یک همچون روزی بتونه اجرا بشه. ما به هیچ عنوان اپوزیسیون ما 40 سال دیگه گذشته بیکار نبوده. دست همشون درد نکنه که ما رو زنده نگه داشتن، دستشون درد نکنه. ممنون خانم علی. سرود ای ایران پخش میشه دوستان و بعدش تقاضا میکنم از همه دوستان 1 دقیقه بمونن که یک عکس دست جمعی از این سمت سالن بگیرید. تشریف بیارید همین پایین یا روی سن و همه با هم یک عکس دست جمعی بگیریم که عکاس هم اون وسط وای میسه. آقای شما آماده هستین؟ آماده نیستین؟ اجازه بدید آقای زادزاده. نه اجازه بدید سرودتون روشنه. 5 ثانیه. بله میشه، ولی همه با هم نیستیم. مگه اینکه ما هم بریم اونجا، ما میریم اونجا. باشیم عکاس اگه میخواد تشریف بیاره اینجا. من میخواستم بله رامون هم بیفته.